Хочешь увидеть Лионеля Месси или Криштиану Роналду вживую и насладиться красотами Катара? Тогда участвуй в новой мега-акции от Формула 55. Формула 55 разыгрывает 3 путевки на матч чемпионата мира 2022 в Катаре. Розыгрыш проходит с 1 октября по 9 ноября 2022 года. Только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию об акции можно узнать на сайте formula55.tj или по короткому номеру 5500. Катар ждет тебя. Assalamu alaikum binandagon giromi. Bu umidi khushihoy rozgar shomo ba nashi navbati futboli Osiyo shuru mikunim. Az haftaye guzashta to ba imroz dar varzishgohi markazi shahri Dushanbe bozighoi intikhobi jomi Osiyo oid ba futbol bayni dastahoi navrason dar guruhi H ba anjom rasidan. Futbolbozoi Tojikiston tavonistan dar guruh sohibi joyi avaz gardida ba marhilai bozighoi niyoyi ki holo joyi barguzoriashon muayyan nest rohat girand. Az in guruh bori aval dar tarikhi futboli Afghaniston دسته نورسون امکان پیدا کرد که با بازی‌های جام آسیا با بازی‌های نهایی روخت گیرد. امروز ما با شما درباره بازی‌های انتخابی در همه گروه‌های آسیا حرف می‌زنیم. شروع می‌کنیم از هنرنمایی فوتبالزون نورس کشورمان تحت رهبری رحمت الله فضایلوف. در بازی اول دسته منتخب نورسون ما بر مغولستان با نتیجه کلان پیروز شد. در بازی اولی دسته منتخب تاجیکستان با مغولستان پیش از این وخوری من در ورزشگاه بودم و با فوتبال بازان دسته منتخب مغولستان هنگام وخوری گمان کردم که این یکی از دسته های پرزور گروه خواهد بود و آنها هم در مقابل تاجیکستان در بازی اول به میدان آمدند و اینجا فوتبال بازان ما نشان دادند که البته دسته منتخب تاجیکستان بهتر است و فوتبال بازان ما همین گونه یک هجوم خیلی اولی خود را تشکیل کردند و ایتکل بالچین دورج در دقیقه 28 توپ را به طور دروازه دستش روان کرد. این در حال با وجود آمد که از کنار چپ میدان فوتبال بازان ما همین گونه یک ارسال را به میدان نزد دروازه کردند و آنجا توپ وارد دروازه شد و بعد باز چند دقیقه دیگر در همین قسم یکم ابوبکر سلیمانوف کپیتان دسته منتخب نورسان تاجیکستان گل دویم رو هم به ثمر رسانید. این هنرنمایی فوتبال بازان ما در بازی اول از آن شهادت می‌داد که آنها در حقیقت ملکه و هنرشان در این بازی خیلی زیباست و حالا ببینید گزارش خیلی زیبا از جانب شیرافکن سعیدوف اینجا اجرا گردید. این شیرافکن است و دیگر باره باز همون گناهی که توپ رو پرتافت این نوبت به طور دروازه زد و حساب 3-0 در دقیقه 48 شد. این رو ببینید این بازی شیرافکن وحدت هنانوف رو با یاد می آورد، منوچهر سفاروف رو با یاد می آورد که همین گونه پرتاب های خوب انجام می دادند. 3-0 ما غلبه کردیم. در بازی دوم این گروه فوتبال بازان افغانستان هم بر مغولستان پیروز گردیده با دروازه‌اش 5 توپ زدند و بعد یک وخوری از روی تناسبی توپ‌ها به زینه اول برآمدند. بازی حل کننده در گروه از نتیجه بازی دسته‌های منتخب تاجیکستان و افغانستان منشأ می‌گرفت. تماشا می‌کنیم. البته بعد حساب 5-0 دسته منتخب افغانستان موقعیتش خیلی بلند شد و در دل بعضی از مخلصان شک و شبهه هم پیدا شد که افغانها که در بازی های جام کف هم بهتر بازی کرده بودند می توانند در مقابل دسته منتخب تاجیکستان یک بازی نهایت خوب را برگزار کنند و توانند که از زینه اول به بازی های جام آسیا روند. اما برابری شروع شدن بازی برتری بر جانب سرخپوشان دسته منتخب تاجیکستان بود و آنها همیشه در خط هجوم بودند و دسته منتخب افغانستان را در حال بسیار هم دشوار میگذاشتند. ما توانستیم این نوبت خیلی بروقت‌تر در دقیقه 21 حساب را باز کنیم. حالا اینجا هجوم های پی در پی فوتبال بازان ما در
پای حالات های خیلی خوب رو داشت اینجا هلو رابونی کامولوف خیلی بازی زیبا کرد بسیار هم پاس های اولی داد و باز یک هجومی فوتبال بازونی دسته منتخب تاجیکستان و بهروز خوجایف حساب رو وارد توری دروازه کرد اینجا شهبون نعیموف ضربه خیلی خوب با سوی دروازه زد حالا ببینید این رقم 12 دسته منتخب تاجیکستان شهبون نعیموف است که پسی اولی رو پرتافت و اینجا هم دستش رو خوب داد پیش از این در این هجوم ابوبکر سلیمانوف کپتان دسته هم شریک بود همراه بود و با یک رسیدش کوتاه بهروز خوجایف توانست که دسته منتخب تاجیکستان رو به سوی پیش ببرد و هنوز قسمی دومی این بازی ادامه داشت و دلاور جمشیدزاده در دقیقه 80 با یک گل زیبای سر توپ رو به طور دروازه دسته منتخب افغانستان وارد کرد خوب شهبان نعیموف در این وخوری بازیگری بهترین بود در وخوری اول اگرچه کپتان دسته ما ابوبکر سلیمانوف بازیگری بهترین بودن اما همه بازیگران ما امروز بهترین بودن حالا ببینید اینجا پرتافت خیلی عالی را و نهایت 2-0 ما در این بازی غلبه کردیم و با اکثر خلخا با 2 پیروزی به بازیگاه دیگر صعود نمودیم این غلبه به ما امکان داد که در گروه ای با 6 امتیاز صاحب جای اول گردیده با فینال چمپیونات آسیا بین جوانان رو خط گیریم با سبب آنکه در دو گروه سه دستگی اشتراک کردن و دسته های منتخب تیمور شرقی در گروه اش و شریلانکا در گروه جی با بازی ها حاضر نشدند از نتیجه سه بازی در همه گروه ها بهترین ها معین شدند و دسته منتخب افغانستان طوری گفتیم با بازی های نهایی رو خط گرفت حالا با جدول این گروه توجه کنید در گروه ای بازی های انتخابی جام آسیا که در اردن گذشت 5 دسته میزبان مسابقه اردن، ژاپن، ترکمنستان، سوریه و فیلیپین برای راحت مبارزه بردند. از این گروه تنها با فوتبال بازان ژاپن میسر شد که از زینه اول با بازی های فینالی راه یابند. ما بازی بین دسته های منتخب ژاپن و میزبان مسابقه اردن رو انتخاب کردیم. بازی مرکزی در این وخوری بین دسته های منتخب ژاپن و اردن بود و این وخوری که حالا منظور شماست هرچند کمی نورها شاید کمبودی هم دارند ولی فوتبال بازان دسته منتخب ژاپن در دقیقه 29 توسط افتوگول یا خودگول خلیل حساب رو باز کردند در این برابر میشیواکی هم در دقیقه 39 قسم اول گل دوم رو زد و همین رو هم گفتنی هستیم که در گروه ژاپن با 4 غلبه و 12 امتیاز از صدر جدول به دوره دیگر گذشت. ترکمنستان در اینجا بر فیلیپین پیروز شد. در اینجا از آسیای مرکزی محض ترکمنستان بود و در این برابر ترکمن‌ها با سوریه مساوی بازی کردند و بازی دیگرشون با اردن هم 3-3 بود. ولی این خلخای به دست آورده‌شون با آنها امکان نداد که به دوره دیگر گذرند. همگی 5 امتیاز گرفتند و فوتبال بازان دسته منتخب ژاپن که اول گل دوم را زدند و من به شما گفتم که اون را میشیواکی با ثمر رسانید با همین گل تقدیر این وخوری را به نفع خود حل کردند دسته اردن باشد در مجموع در این برابر با 5 امتیاز جای سوم را گرفت سوریه هم 5 امتیاز گرفت یعنی گروهی بود از گروه های برابر که در این وخوری ها ما دیدیم به هر نوع این نگاه نکرده از همه گروهی که بهتر بود همین گروه بود که 5 دسته با هم تقریبا برابر بودند در گروه بی هم 5 دسته در مسابقه اشتراک کرد حتی 9 امتیاز با میزبان این گروه اندونزی امکان داد که با بازی های نهایی رود. مالایزیا در گروه با 3 غلبه و 1 مساوی حق شرکت را در بازی های نهایی پیدا کرد. گروه S هم به قطار گروه های شامل شد که در آن 5 دسته با هم آمدند. این گروه هم یک دسته رو به بازی های فینالی رو خواهد داد. نورسان قطر نسبت به عمان
ایراق، بحرین و لبنان بهتر بودند. در گروه د دو دسته عربستان سعودی و هندوستان امکانی به بازی‌های فینالی رفتن را پیدا کردند. از این گروه سه دسته نکام مسابقه سال آینده را انتظار می‌شوند. دسته عربستان سعودی بر همه دسته‌ها پیروزی به دست آورد. هرچند کوشش کردیم که یک بازی دسته منتخب عربستان سعودی را که در این گروه با 4 غلبه و بی باخت تا به اینجا اومد پیدا کنیم، اما دسته نشد و از این گروه ما بازی دسته هندوستان را پیدا کردیم با کووایت که اینجا هم هندوها هم به دور دیگری مسابقات رفتند. هندوستان در این وخوری کووایت را با حساب 3-0 مغلوب کرد و گنج ته در 16 دقیقه حساب را باز کرد و هندوستان را به سوی پیش برآورد. این بازینگر بعد اونکه سینگ جوام در دقیقه 66 حساب را 2-0 کرد، باز یک گل دیگر را زد و از خود 2 گل را در پروتکل بازی در بر جای گذاشت و دسته هندوستان هنرنمایش خوب بود. 5-0 مالدیو را مغلوب کرد. طوری گفتم کووایت را هلو 3-0 مغلوب کرد. در برابر دسته عربستان سعودی با حساب 2-1 مغلوب شد. اما این امکان داد که فوتبال‌بازان دسته هندوستان با بازی‌های نهایی روند. کووایت غیر چشم داشت در زیده سیم جایگیر شد. میانور و مالدیو در جای خود در جای چهارم و پنجم بودند. حالا باز یک بار دیگر ما گل آخری دسته منتخب هندوستان را از جانب گنگته تماشا میکنیم که بسیار ماهرانه بود و زیبا هم بود. شروع از گروه ای 4 دستگی در گروه ها شرکت کردند. محض در این گروه دسته منتخبی یمن، سنگاپور، بنگلادش و بوتان را قائل کرده روی خود را به بازی های نهایی هموار کرد. یمنی ها به دروازه حریفان 18 توپ زده از دروازه شون یگان توپ نگرفتند. عجیب است. دسته منتخبی یمن یک زمان در جام آسیا بسیار هم درخشید و توانست که با پیروزی نویل شود. اینجا هم فوتبال بازان دسته منتخب یمن خود را خیلی زیبا نشان دادند. از این گروه تنها دسته منتخب یمن به بازی های نهایی می رود. یمنی ها بر بوتان 8-0، بر بنگلادش این دسته هم پیروزی کلان به دست آورد. اما این وخوری که می بینید این با دسته سنگاپور است. سنگاپوری که در زینه سیوم موقع گرفت و اینجا یمنی ها توسط گل های شبان در دخی سیوم، ابوالحبی در دقیقه 42، ردمون در دقیقه 44 و سمی دو مرتبه 56 و 63 و مقبل در دقیقه 86 6 گل به دروازه دسته منتخب سنگاپور زدند و با پیروزی کلونی نوبتی اشون نویل شدند. یمن طوری گفتم بنگلادش رو هم با حساب 4-0 پسی سر گذاشت. اما بنگلادش که 6 امتیاز گرفت، 2 غلبه داشت، 1 باخت، نتیجه توپویش 4-5 بودند، نتوانست با بازی های منبعده روخت گیرد. چرا؟ زیرا این دسته نوکسی 1 توب را در اختیار داشت و دسته هایی که در زینه دوم بودند آنها افضلیت بیشتر داشتند. بنگلادش توانست که در این وخوری ها سنگاپور را مغلوب کند. سنگاپوری که 1 دسته خیلی پرقوت بود. اینچنین در همین برابر بنگلادش بوتان رو هم با حساب 2-0 مغلوب کرد. حالا شما این سلسله گل ها رو میبینید و در این گروه بوتان در جای آخر به یگان امتیاز 11 گل از دروازش گرفت. سنگاپور باشد 2 توپ زد و 8 توپ از دروازش گرفت، 3 امتیاز و نهایت اینجا که رسیدیم یمن این دسته هست که از دروازش یگان توپ نگرفته است. 18-0 نشان دهنده توپ هایش می باشد. حالا باشد اینجا فوتبال بازان دسته منتخب یمن گل پنجم خود را زدند. این از سلامی است که حالا گل دویم خود را به ثمر رساند و مقبل یک گل دیگر را هم به نشان رسانیده بود.
Full time score line. Singapore 0, Yemen 6. از گروه هایی که چهار دسته حضور داشت، اولی شدن نمایندگان گروه F، ویتنام و تایلند با بازی های فینالی برآمدند. یعنی دو دسته، تایبه چین و نیپال چون سال های پیشین زینه های سیمی چهارم را کسب کردند. بازی از همه آخر در گروه F محض با شرکت تایلند و ویتنام برگزار گردید و تایلند میتوانست در این واخوری پیروزی به دست آورد، ولی ویتنامی ها باز هم در همین جا نشان دادند که آنها بهترین هستند و نوگین سونگ پرونگ در دقیقه 20 مسابقه را باز کرد، لیدینگ لونگ یو آن را افضلیت بخشید و پان سانگ دوک چن گل سوم را زد. در همین گروه از همه عجیبش آن است که تایلند هم با بازی های مینبادر راحت گرفت. سه غلبه ویتنام و 12 گلی زده‌اش و یگان گل از طوری دروازه نگرفته‌اش به این دسته امکان داد که بهترین باشد. نه تنها چونین، بلکه همین رو هم گفتن به مورد است که تایپه چین در اینجا یک پیروزی به دست آورد. اما چون گفتم دسته های چهارم و پنجم نتیجه‌شون به نظر گرفتن نشد و از این رو کنفدراسیون فوتبال آسیا دائما در همین مورد یک نقصی در گذراندن مسابقه هایش برگزار میکند که ما اینها رو خوب دیدیم. حالا این گل دویومی ویتنامی ها است، این لی دینگ لونگ وو است، در دقیقه 25 گل دویوم رو زد، پن سان دوک چن باشد این گل سیومی زیبا رو هم به ثمر رسونید. دسته های منتخب استرالیا و چین در گروه جی از بهترین ها بودند. استرالیایی ها به خاطر دسته های بهترین ورود شدند که به دروازه حریفان بیشتر توپ زده است، یعنی 36 تا. استرالیا به دروازه جزیره های ماریان شمالی 23 توپ زد که پیش از همه بسیارتر است. تنها نتیجه 3-1 در مسابقه فوتبال بزرگ نوروز چین از همه کمترین گلزنی برای دروازه‌بان افسالیا بود. بازی این دسته ها یعنی پیستفون این گروه هم در دور اخیر به هم پیوست. در گروه جی دسته منتخب افسالیا با چین یک وخوری زیبا را تشکیل کردند و همین طریق با افسرالیگی ها موفق شد که در همین حاله که حالا در حجوم بودند توانستند که حساب رو از ضربه پینالتی باز کنند. اینجا حالتی تکرار هم نشان داد و یک ضربه ایران کوندا در دقیقه 7 از پینالتی حساب رو برای افسرالیگی ها باز کرد و در این برابر ما باز یک بوزی زیبا رو دیدیم و افسالیگی ها دیگر باره هم باز با خطی هجوم گذاشتند و در دقیقه 25 حساب برابر شد. اول ولویت چینی ها وانگ یودونگ اینجا حساب رو باز برابر کرد در دقیقه 25 و در این گروه در حقیقت کمبودیا و همچنین جزیره های ماریانه شمالی خوب بازی نکردند، هرچند کمبودیا ماریانه رو با حساب کلون مغلوب کرد. در بازی اول چین با حساب 9-0 کمبودیا را شکست داد و استرالیا رکورد را گذاشت، 23-0. دسته های منتخب ایران و لاوس از گروه ای به قطاره بازی های نهایی نشستند. عجیب و غیر چشم‌داشت آن بود که میزبانان بازی ها دسته منتخب نوروزی قرقیزستان از لاوس مغلوب شد و در گروه صاحب زینه سوم گردید. دسته جوانان نوروزی ایران همیشه از پرزورترین دسته های آسیا است و بار دیگر آنها نشان دادند که در بازی ها در ورزشگاه دولون امرزاکوی
شهری بیشکک برگزار گردید نشان دادن که در حقیقت آنها میتوانند که در گروه صدرنشین باشند بهترین باشند و همین طور هم شد در وخوری اولشان لاوس را به حساب 3-0 مغلوب کردند در مقابل قرقیزستان دسته قرقیزستان را به حساب 4-0 شکست دادند این بازی که شما میبینید با گونگ کونگ به حساب 11-1 انجام یافت و غندیپور 4 مرتبه توپ را به توری دروازه زد پوکر کرد گلی زاده باشد 3 توپ را به ثمر رسانید و خطرینگ نمود طاهری هم 3 توپ را زد و او هم خطرینگ را به نامش ثبت کرد یک گل دیگر را عسکری به نشان رسانید ولی به این نگاه نکرده گفتم به مورد است که قرقیز ها در این برابر نتوانستند به بازی های مین بعده روند هرچند امکانیتشان بود قرقیزستان گونگ کونگ را به حساب 2-1 مغلوب کرد اما گفتیم از ایران شکست خورد و در مقابل لاوس غیر چشم داشت به حساب 2-1 مغلوب شد لاوس که گفتم ممکن شاید یکی از دوره های هست که با بازی های نیم نهایی خوب روخت گرفت و در با بازی های فینالی جام آسیا روخت گرفت که این هم نشان دهنده خوب است زیرا لاوس بر گونگ کونگ به حساب 5-0 غلبه به دست آورد این مسابقه هم جنبه شد از آسیای مرکزی دسته های منتخبی ترکمنستان و همچنین قرقیزستان نتوانستند به بازی های مین بعده روند اما افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران به بازی های فینالی صعود کردند و طوری گفتیم حالا جای وخوری ها معلوم نیست و این گل های پی در پی که حالا دسته منتخبی ایران میزند شما خواهید دید و این گلی هشتم است که فوتبال بازوی دسته منتخب ایران به ثمر می رسونند این گل اگر از روی اون شماره که ما این 11 تا است و گم کردیم خیلی زیبا بود از یکدیگرش گل ها فرق کننده بودند ببینید مهارت فردی فوتبال بازوی این دسته نهایت هم خوب بود و این توپ حالا از جانبی گلی زاده به ثمر رسانیده شد حالا یک هجوم دیگر و باز یک گل دیگر که اینجا فوتبال بازان دسته منتخب ایران از جانب قندیپور به ثمر رسانیدند و گل موندگی از جانب عسکری زده شد و باز یک توپ دیگر را باز فوتبال بازی این دسته طاهری به نشان رسانید این حساب کلان بود که با نتیجه 11-1 به پایان رسید Победа сборной Ирана. Наконец-то вот прозвучал свисток. Финальный. Со счетом 11-1 Иран побеждает Гонконг. И вполне уже официально оформляет. و نهایت رسیدیم به گروه آخرین مسابقات با نام جی دو دسته بهترین ازبکستان و کره جنوبی در این گروه غالب آمدند و از زینه اول ازبکستان و از دوم کره جنوبی به بازی های نهایی خواهند رفت برای این دسته ها وخوری از همه اساسی این رقابت بین همدیگری بود که در آن نورسان ازبکستان کره را با نتیجه 3-2 مغلوب کردند ما از جمع این بازی هایی که برگزار شدند محض بازی ازبکستان و کره جنوبی را دریافتیم که در این وخوری فوتبال بازی کره در دقیقه 26 حساب را کشادند کنگ مین وو است که حساب را باز کرد و بعدا فوتبال بازی هر دو دسته در قسم اول توپ به دروازه یکدیگر نزدند اما ازبکستان در بازی اولش مویرونه بازی کرده به دسته برونه 14 توپ زد 14-0 کره جنوبی باشد به دروازه دسته برونه 10-0 10 توپ زد 10-0 پیروزی به دست آورد و تنها در قسم دوم ازبکستانی ها از اون که در دقیقه 71 یو بیونگیون توپ رو به سوی دروازه اش زد حساب رو برابر کردند سپس در دقیقه 75 اول این همون گلی که همچون بله خود گل معنی داد شد زده شد دقیقه 71 بود بعدا کریگی ها هم چونین گل رو به ثمر رسانیدن حالا یک لحظه دیگر و بازی طوری گفتیم با حساب 3-2
با پیروزی ازبک ها به پایان رسید و اینجا ما اون رو دست راست کردیم که تنها گل های ازبکستان به دست ما رسید و تمام. و طور گفتیم ازبکستان و کره جنوبی به بازی های فینالی جام آسیا می روند. ترتیب در بازی های نیوی جام آسیا تاجیکستان، ازبکستان، استرالیا، ژاپن، مالایزیا، قطر، عربستان سعودی، یمن، ویتنام، ایران از زینه اول و افغانستان، کره جنوبی، چین، هندوستان، تایلند و لاوس از جای دوم روخت گرفتند. الحال مکان برگزاری بازی های فینالی توری گفتیم معین نشده است و یقین است که سال 2023 برگزار میگردد. در همین جا نشر امروزه برنامه فوتبالی آسیا را به پایان می‌رسانیم. مقصد ما تحلیل فوتبال تاجیکستان و آسیا است. هر هفته در همین روز و در همین ساعت برنامه ما را انتظار شوید. خیر تا بازدید. خود را احتیاط نمایید. Хочешь увидеть Лионеля Месси или Криштиану Роналду вживую и насладиться красотами Катара? Тогда участвуй в новой мега-акции от Формула 55. Формула 55 разыгрывает 3 путевки на матч чемпионата мира 2022 в Катаре. Розыгрыш проходит с 1 октября по 9 ноября 2022 года. Только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию об акции можно узнать на сайте formula55.tj или по короткому номеру 55.00. Катар ждет тебя.